چه خوش باشد که با هاجیان بگردیم به گردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبت الله خانه هق <متصفيق> به یادو تاعدی قرآن بگردیم بیاد قرآن بگردی چه خوش باشد حلقه نقرعی و براقی که در وسط آن خمیره قهوه‌ای مایل بسیار که در دل آن پاره های کبود حجر است بیانگر تاریخی بس از کشمکش حق و باطل است. باطلی که در شیعیان قرموتی تجلی کرده بود. پس از خونریزی های وحشتناک و قتل عام حاجیان بیت الله حجر را ربوده و خورد کردند. گرچه حقد و کینه این طایفه مندرس همچنان در سینه های بدعتگران و مذهب فروشان رافزی می جوشد. با این وجود حجر الاسود پیامش را با صدای رسا میرساند رساند. حجر یا سنگ سیاه تنها هدیه ملموس بهشت در زمین. هدیه سفیدی که انسان رویش را سیاه کرد. رفیقی که با انسان از بهشت به زمین آمد از رفیق بی وفایش جز بیمهری هیچ ندید سنگی بود سفیدتر از برف که بهشت به زمین فرستاد و بر اثر گناهان بنی آدم هر روز سیاه و سیاه تر می شود تصویر زنده از قلب انسان اثر هر گناه بر قلب آدمی نقطه است سیاه تا بدانجا که قلب انسان سیاه و کبود و سخت می شود چون سنگ خارا ستیز بین گناه و توبه یا زمختی و رنگ های گناه بر قلب و شستشوی آن با اشک ندامت و بازگشت به سوی الله حکایت نفس لوامه است که حجر الاسود رمزی بهشتی از آن می باشد. گویا نمادی است برای سنجش میزان سقوط انسان در دره های هلاکت و نافرمانی و بین بازگشت به سوی احدیت. دماسنج حجر الاسود بیانگر دمای آدمیت انسان است به هر اندازه که انسان به زمیر و وجدان آدمی و فطرت و سرشت بهشتی خود نزدیک تر شود به همان اندازه این سنگ بهشتی به اصالت خود و به رنگ سفید خود نزدیک تر می گردد و هر اندازه به سوی گناه و پستی و رزالتها ها روی کند به همان اندازه چهره حجرالاسود را سیاه و سیاه تر می کند. گویا حجرالاسود که تماما به شکل چشم می ماند چشم بینای است که چون دستگاه تصویر از یک یک زائران عکسی گرفته و حوز حض... آهای مردم بیایید نامه اعمال مرا بخوانید عجب صفا و جمال و جلالی دارد مشاهده این صحنه زیبا آن لبخند گشاد مؤمن و آن اشکهای شادی که بر گونه هایش سرازیر است و آن جهش برق خوشحالی که در چشمانش هویداست و آن چهره نورانی همه سختی های را و همه دشواری های تحمل ایمان و همه دربدری ها و هجرت ها و شکنجه ها و سایر بدبختی ها در یک لحظه به کلی از خاطره او مح می شوند و کال بود او لبریز شادی و خوشبختی و سعادت آن هم سعادت و شادی بهشتی می گردد. خوشا به حالت ای مومن رستگار و ای خوشبخت سعادتمند هنوز گرمی دستان پر لطف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم را بر حجر الاسود لمس می کنی گویا همین دیروز بود که قبیله های قریش بر سر افتخار نصب حجر الاسود بر روی همدیگر شمشیر کشیده و دستهایشان را تا آستین در کاسه خون فرو برده بودند و هر یک آرزو داشت این افتخار تاریخی را به دست آورد ولی الله خواست این هدیه از آن رسول خاتمش گردد رسول امین از در مسجد الحرام وارد شد و قریشیان به اتفاق داد زدن که جوان راستگوی امانتدار آمد هر آنچه ایشان فیصله کند را قبول داریم محمد جوان امین و حکیم و محبوب مکه حجرالاسود را بر پارچه نهاد و هر قبیله گوشه ای از آن را گرفته بلند کردند و ایشان با دست های مبارک آن را بر روی دیوار کعبه نصب کردند و امروز چون چشم بینای کعبه شاهدی بر اخلاص و ایمان و صداقت مؤمنان راستین است زائر کفنپوش بیت الله که در گردابی از بشریت رنگارنگ فرو رفته در حال تواف است و خود را در میابد. گویا قیامت به پا گشته و انسان آغشته به گناه حقیقت را دریافته و از کرده خود پشیمان گشته و داد برمی آورد قال رب رجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت. پروردگارا مرا به دنیا بازگردانید تا کارهای شایستهی بکنم و فرصت هایی را که از دست دادم جبران نمایم بارلاها مرا برگردانید تا من شرم سار گنهکار جبران مافات کنم حال که واقعیت را دریافتم چنان خواهم شد که تو میخواهی خواهی پروردگارا و گویا الله خواسته او را برآورده کرده این امان مرده است که با کفن خود از قبر سر برآورده لبیک گویان به سوی خانه حق و کعبه بازگشت روی آورده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک پروردگارا پروردگارا ندای تو را استجابت کرده به دعوت تو لبیک گفته به سوی تو آمده ام گوایی می دهم ده و جار میزنم در جهان که هیچ شریکی نیست مر تو را تمامی حمد و سپاس و سنا از آن توست تمامی فضل و منت و نعمت های ازان از آن توست و تو همه جهان را مالک و فرمان روایی و هیچ همراه و شریکی نیست مر تو را ای یگان معبود من، من ناچیز به سوی تو ای همه چیز آمده ام، پس مرا پذیرا باش ای پروردگار من. در بین، سیل انسانهای سربراورده از گورستان غفلت و نجات یافتگان از دنیای پرزرق و برق شیطانی و در بین موج خروشانی که از باطلاق مناسب و نامها و جاها و شخصیتهای کذایی جان سالم به در همه با هم برابرند و هیچ کس را بر دیگری برتری نیست زن و مرد شاه و گدا دارا و نادار رئیس و مرعوز کفن پوشان و اشک ریزان در تلاشند خود را به خالق خود نزدیک و نزدیک تر سازند در میان افواج پی در پی سیاهی زمخت از چپ به تو برمیخورد و پیرمردی گوش پشت اصابه دست از راست زنی زاییده قرن پیش با چشمان کمسویش از پشت تو را به جلو هل میدهد و جوانکی رنگ پریده و عشق ریزان چشم به کب دوخته از جلو راحت را گرفته هر کسی در حال و هوای خیش غرق است و دیگری را هیچ نمی بیند. کسی به تو نمی گوید ببخشید سرورم شما بفرمایید خیلی خوش آمدید جناب آقا عزدت عالی نه نه کس می داند که شما دکترید یا مهندس آیت الله یا حجت الاسلام حامی یا مولانا طالب علمید یا جاهل معرفت عاقلید یا ابله چوپانید یا رهبر اینجاست که در میابی تو انسانی و بس در میابی در مسیر بشریت قیمت و بهای تو در انسانیت توست نه در پست ها و صفت ها و نام های کذایی نه آیت بودن و نه حجت الاسلام شدن و نه رئیس و رهبر و وزیر و شاه بودن به دردت نمیخورد و به دادت نمیرسد. انسان ناچیز و بنده ای بیش نیستی چون مرچه کوچک در سیل موریان تنها ارزش و بهای تو در میزان بندگی و با درجه و قرب و نزدیکی به پروردگارد وزن می شود هرچه به پروردگارد نزدیکتر و در نزد او عزیزتر باشی به همان اندازه برتر و والاتری بارلاها پروردگارا در هر یک از اشوات هفتگانه تواف به دور رمز یک تا پرستی کعبه ی حق و قبله توبه خانی از خودی ها زوب می شوند و بنده پله ای به پروردگارش نزدیک تر می گردد. با پایان یافتن دور هفتم وقتی دستت را به سوی حجر و لسفت بلند کرده داد میزنی بسم الله الله اکبر اشک های اخلاص بر گونه جاری می شوند و احساس می کنی انسانی دیگر شده ای موجودی ملکوتی از دیار ملائکه از اعماق وجودت داد میزنی بسم الله به نام پروردگارم الله زلجلال الله اکبر پروردگارم بزرگتر و والاتر و برتر و اکبر است و هر آنچه غیر از اوست دون است و هیچ و دست راست که بلند شده با بیت الله بیعت میکند و میگوید و بفرما که فرمان برم چه کنم تا به حق رسم در کنار در خانه معبود آنجا که ملتزم می نامندش دستهایت را گرفته آویزان میشوی و از تا دل با پروردگار راز و نیاز کرده از آنچه بوده ای بازگشته به سوی آنچه او از تو می خواهد چشم دوخته ای از پروردگار بی همتا و خالق یکتایت که او را به حق الان شناخته ای همت می خواهی و مردانگی از او و تنها از او کمک میستانی و توفیق میتروی صداقتت در بندگی را به نمایش میگذاری و الفبای اخلاصت را با اشک ریزان چشمانت بر چهره پریشانت مینگاری سپس در پشت مقام ابراهیم درکت نماز خوانده در آن از کفر و کافران بیزاری جسته به یگانگی و بی همتایی پروردگارت شهادت می دهی. از آب زمزم سیراب شده نفسی آرام می کشی. اینجاست که احساس می کنی ندایی از بلندای وجود تو را می خاند. ای بنده ما مرحبا به تو که خود را شناختی راه ما راه سعی و کوشش است و تلاش و سازندگی از خواب و خیال و دل بستن به خرافات و نیروهای خارق العاده دل برکن که مسیر ما مسیر واقعیت هاست مسیر تلاش و کارزار و سعی است میوه و ثمره آرزوهایت به تلاش و سعی و کوشش و عرق پیشانیت بسته شده ای بنده ما برو به سوی مسعا چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگردی گردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبت الله خانه ح.